با سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از آموزش ساخت ویجت برای وردپرس. همونطور که تو جلسه قبل گفتیم جلسه بعد بریم به سایت ورزش 3. اونجا یک ابزاری داره، اون پایین سایت اگه برید جنش ابزار توسعه دهندگان جدول لیگی داره. اینجاست کد جدول لیگ. اینو به صورت یک ویجت میخوایم در بیاریم. شما میتونید گزینه‌ها رو دست بزنید، یه سری کدی اینجا بهتون میده که میتونید از اون کد استفاده کنه تو سایت خودتون تا بتونید این جدول رو ببینید. جدول چند تا کشور رو داره؟ سری های ایتالیا، بوندسلیگای آلمان، لیگ برتر انگلیس، و میتونید جدول رو دست بزنید، مثلا بگیم بردا رو نشون بده، باختا رو نشون بده، گل زده و گل خورده. رنگا رو میتونیم در این قسمت دست بزنیم. خب حالا چجوری میخوایم اینو به ویژه تبدیل کنیم؟ اول اینکه بعد این گزینه ها رو ما یکی یکی ببریم اونور، و هر کدوم که از اینا رو ما تغییر میدیم اینجا هم تغییر میکنه. خب واسه اینکه من بتونم بفهمم هر کدوم از اینا دقیقاً به کدوم یکی از اینا ربط داره، خب دونه دونه اینا رو انتخاب میکنیم ببینیم کجای این کد تغییر میکنه. با عنوان مثال من اینو رو کاغذ یادداشت کردم. رنگ قلم لیک این قسمت LFC است. اینجا بگردیم گیرش بیاریم LFC. اینا هاش با LFC شناخته میشه. خب من اینو با این API رو که سایت ورزش 3 در اختیار ما میذاره، ما میبریم اون رو با یک پلاگینی میسازیم که یک ویجت برای ما میسازه. خب برای این کار من میرم به پوشه کانتنت، بعد میرم به پوشه پلاگینز، اونجا پوشه میسازم واسه ویجتم که واسه پلاگینی که میخوام ویجت رو بسازه. اسمشو میذارم ورزش آندرلاین لیگ. خب اینتر میزنم، داخل این فایل ببندم، فایل کانفیگ بود، داخلش یک فایلی میسازم، اسمشو میذارم ورزش لیگ دات php. یه فایل ایندکس هم میسازیم. اون فایل ایندکس که نمیخوام چیزی بنویسم، فقط یک تگ php باز بذاریم میبندیمش. خب اگه با پلاگین نویسه که مشکل دارید، همون یکی دو جلسه اولش رو نگاه کنید، آموزش پلاگین نویس رو که روی سایت گذاشتم کافیه. خب اینجا اول پلاگین نیم رو مینویسیم. همین پلاگین نیم هم کافیه، ولی اگه خواستید کاملش کنید مشکلی نیست. اسمش رو میذاریم لیگ پلاگین ابزارک لیگ، میخوایم اسمش رو بذاریم ابزارک لیگ ها. بعد پلاگین URI، آدرس سایت، صفحه پلاگین همون آدرس سایت خودم رو بهش میدم .ir http://www.ir آتر مهدی عباسی، آتر نیم، بخشید آتر URI همون یکی میشه، این میشه. بعد دیسکریپشن اینجا افزونه ای برای نمایش لیگ های فوتبال. خب یه سری گزینه های دیگه هم داره، اگه میخواید دقیقا بدونید حالا چه گزینه رو میتونید استفاده کنید، میتونید برید همون آکیسمت، همون پلاگین آکیسمت، این گزینه آکیسمت php رو باز بکنید. اینجا هم برنش دیسکریپشن، ورژن با عنوان مثال، لایسنس این رو هم اضافه کنیم، موردی نیست. ورژن 001 هست، من اینجا 001 میذارم. لایسنس هم اوپن سورسش میکنیم، GPL ورژن 2.
or later. ورژن دو به بالا. خب اینجا هم میگیم که دسترسی مستقیم به این فایل رو باید ببندیم، نمیخوایم مستقیما کسی بهش دسترسی داشته باشه. میگیم if defined. من اینجا چون سریع دارم میگم به خاطر اینه که گفتم جلسه اول دوم پلاگین نویسی رو ببینید کافیه. اگه ABS path وجود نداشت، پس یعنی مستقیم به این فایل دسترسی پیدا کردن، از دایست و از WP دای استفاده نکنه، چون وقتی ABS path نیستش یعنی اونم نیستش دیگه، از دای استفاده میکنیم. اینجا شما حق دسترسی مستقیم به این فایل را ندارید. کلمه حق رو هم به کار بردیم، جالبه. خب حالا یه دوتا ثابت میسازم واسه اینکه مسیر پوشه رو توش ذخیره بکنم و مسیر URL پوشه پلاگینم رو توش ذخیره بکنم. کلمه define ثابت، یه پیشوندی واسهش در دارم VZL ورزش لیگ پلاگین DIR پر از پلاگین DIR پر که اینجا هم پارامتر فایل رو بهش میدیم. قشنگ توضیح دادم تو اون دو جلسه اول ساخت افزونه که دقیقا اینجا داریم چه کاری انجام میدیم. define با ثابت VZL پلاگین DIR URL از متد پلاگین DIR URL استفاده میکنیم و پارامتر فایل رو بهش میدیم. خب حالا اینا رو ذخیره کردیم. یک فایل دیگه هم میسازیم اسمش رو میذاریم کلاس ورزش لیگ اندرلاین ویجت اندرلاین لیگ کاشی بهش میذاریم. حالا همچین چیزی ورزش لیگ داش ویجت دات پی اچ وی. خب این رو میخوام همون کلاس ویجت رو تو این تعریف بکنم، ویجت رو میخوام اینجا تعریف بکنم، فقط نام فایل رو F2 میزنیم ور میداریم اینجا requirements. نام فایل رو مینویسم requireش میکنم. خب حالا ویجت رو داخل این تعریف میکنم. کلاس VZ همون کلاس ورزش میخوایم بشه ورزش لیگ، اسمشو میذاریم VZL ویجت ویجت اکستند WP ویجت و بازش میکنم. خب سه تا فانکشن اصلی رو میسازیم، بخش چهار تا find public function construct همینو تکرار میکنم، فقط نامشون رو عوض میکنم. من اینا رو تکرار میکنم همین رو. می نویسیم فرم، تابع فرم، تابع اپدیت و تابع ویجت.
اینها رو وارد کردیم، فقط بیایم به این طرف اون چیا رو می نویسیم، کدای اون اکشن های لازمو add action widget init. یه تابه میخواییم بسازیم که به این اکشن وصل بشه، اسمشو میذاریم function vzl ورزش لیگ widgets init. نویسمش اینجا و بعد من میام نام کلاسم رو هم برمیدارم. رجیستر ویجت نام کلاس رو می نویسیم و تا اینجای کار اصل ماجرا رو انجام بدیم. بیرم سراغ کانسترکت، بیرم سراغ متد کانسترکت، بازش میکنم. یک متغیری که آپشن ها رو توش ذخیره کنیم میسازیم، یک آرایه آپشن رو تو آرایه آپشن رو تو یک آرایه قرار میدیم. آشنایی دارید کلاس نیم، کلاس نیم رو میذاریم ویزدل یا مثلا ورزش لیک، حالا یه هر چیزی که دوست دارید بنویسید. لیک من حالا لیک رو چجوری مینویسن به انگلیسی، description نمایش جدول لیگ فوتبال، کانستراکت مادر رو فراخوانی میکنیم، آیدی بیس رو میدیم همون ویزت لیک، حالا میتونه متفاوت هم باشه. نام رو میدیم لیک، جدول لیک اسمشو میذاریم جدول لیک و اون آپشن ها رو هم ارسال میکنیم. این از بریم ببینیم دقیقا کارمون به کجا کشید. لوکال هاست لب ویجت دبلیو پی ادمین کنم این اسش اضافه است. خب داره جون میکنه چرا انقدر؟ خب برم به افسونه ها، افسونه های نصب شده برم ببینم، میبینم بهش اونجا نامشو، بعد اونجا نامشو ببینیم. نه فکر کنم آپدیت هاشو نمیدونم از کار انداختم و نه انداختم، فکر کنم بخاطر این آپدیت هاشه که این همه لایک میزنه. بله ابزارک لیک اینجا داریمش، میتونیم فعالش کنیم. رو فعال میکنم حالا این افزونه رو و به ابزارک ها میرم. ابزارک جدول لیکینه هاش خب اینجا داریمش. اولین کاری که میکنیم تایتل رو باید اضافه بکنیم. جدول لیک رو اضافه میکنم، الان خالیه. تایتل رو میریم به فرم، اینجا متغیر اینستنس گفتیم که یک پارامتری داره به اسم با یا اصطلاحا
ارگومانی به اسم ایتسنس، پارامتر ایتسنس. خب شروع میکنیم، تایتل رو اضافه میکنیم، لیبل فور اکو میکنم، از کلمه کلیدی دیس استفاده میکنم، از تابع گت فیلد آی دی، تایتل اینجا می نویسیم عنوان، لازمه بخواید یکم بزرگتر میکنم، بزرگترش میکنم که راحت تر ببینید. خب میرم ادامه کار، تگ اینپوت تایپ تکست، آیدی رو همین بالا رو براش کپی پیست میکنیم و نیم، خصوصیت نیم اکو دیس گت فیلد نیم، تایتل حالا باید ولی رو بنویسیم، اکو اینستنس تایتل. خب تا اینجای کار پیش اومدیم. خب ساخت الان لاغل چی رو ساختیم؟ کلاس رو فقط ننوشتیم، کلاس رو هم بدیم برای اینکه سر تا سری باشه، از کلاس وایت فت استفاده میکنیم. خب آپشن ها رو هم گفتیم، میتونیم همون مثل جلسات قبل گفتیم میتونیم جای یک پابلیک یا پرایویت، فرقی نمیکنه، حالا من معمولا پرایویت میدم، میتونید پابلیک هم بدید فرقی نمیکنه. دیفالتس نامش رو میذارم برابر است با یک آرایه، اینجا تایتل که میتونه خالی باشه. در اینجا هم می‌نویسیم که اینستنس برابر است با WP parse args، آرایش به تبدیلش میکنیم با آرایه اینستنس رو کار هم انجام میدیم، چون برای بار اول که اجرا میشه خالیه، یکی خالیه باید با این آرایه با یک آرایه تبدیل میشه، چون باید حتما آرایه باشه که پیغام خطا رد نشه. و در اینجا هم this defaults رو براش میفرستیم که اون چیزی که ما میخواییم، اصطلاحا اون چیزی که میخواییم برسیم، تایتل رو برامون قرار بده. خب این از این آپدیت رو هم سریع می نویسیمش، new instance و پارامتر دوم old instance. من این رو توضیح نمیدم چون دیگه تو چند جلسه قبلی این رو یاد گرفته، دلیلی نداره من بخوام دوباره چرخو اصلا میگن چرخو که دوباره اختراع نمی کنن، دلیلی نداره بخوام دوباره توضیحشون بدم. بعد اینجا نیو استنس رو پارسش میکنیم، اصطلاحا پارس آرکس با آرایه در ابتدا تبدیلش میکنیم، اگر آرایه نبود که با آرایه تبدیل بشه. بعد با دیفالت رو پر میکنیم، اصطلاحا this
دیفولتس. یک متغیر میسازیم به اسم اینستنس، با مقادیر قدیمی در ابتدا پرش میکنیم old instance، اگه مقداری از قبل هست در اونش ذخیره بشه. حالا شروع میکنیم به مقدار دادنش. instance title گفتیم باید آرایه باشه حتما instance، با مقادیر جدید و sanitizeش هم میکنه که کاربر چیزی ننویسه که دیتابیس رو از بین ببره. sanitize text field و در انتها return میکنیم متغیر ساخته شده اینستنس رو. خب این از این بدنه ابتدایی ویجتمون رو ساختیم. من یک رفرش یک ذخیره میزنیم اومد عنوانی مثلا مینویسیم لیک و هر چیزی که صلاح میدونید. ببینید خب نوشتیم الان اون قسمت های ابتدایی و اصلی رو نوشتیم. در جلسه بعد بریم سراغ این که این گزینه های این قسمت رو جمع کنیم، مصطلحا یه دونه 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 بیاریمشون این طرف و شروع کنیم به ساختن ویجتمون و به دست آوردن این اسکریپت رو باید به صورت دستی دیگه به دست بیاریم در جلسه آینده و بهتر روی اون کار بکنیم. امیدوارم از این جلسه استفاده لازم رو برده باشید.